الله حمد لله الله سبحان الله الله حمدا 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 لله الله سبحان الله، الله حمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم آیا آیا همه جا عطر جنان می آید وقت از حسن تو صحبت به میان می آید جبرائیلی که به آیات خدا معنوس است بشنود مده تو را با هیجان می آید هرچی بود بود به صورت روی خاک افتاده است قبله عزت و ایمان به جهان می آید نور توحیدی تو در همه جا پیچیده است از فراسوی جهان عطر از آن می آید خواستم در خور حسن تو کلامی گویم شعر من عاقبتش حسرت و حیرانی شد ای که مبهوت تو و وصف خطی از حسنت عقل صد مولوی و حافظ و خاقانی شد از ازل پرده حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد اللهم صل علی محمد و آل محمد بینندگان محترم سلام علیکم در آستانه میلاد با برکت پیامبر نور و رحمت پیامبر عظیم و شعن رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند راستینش امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم این زاد روز فرخنده را و این مناسبت را به همه مسلمانان و به خصوص شما بینندگان گرامی تلویزیون جهانی هادی تبریک و شاد باش میگویم. از خداوند میخواهم که به برکت این دو مولود بزرگ و این دو شخصیت نورانی و این دو نور ملکوت زندگی ما را سرشار از برکت و آرامش و اسایش قرار بدهد و این پریشانی جمع و جامعه مسلمان ها و مخصوصا کشور عزیز ما افغانستان را تبدیل به وحدت و یکدلی و ثبات بگرداند الله در جمعه دیگر با برنامه به وقت بیداری در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی هستیم از به ایشان خوش آمد می گویم. جناب استاد اگر سلام علیکی با بینندگان محترم دارید بفرمایید و ادامه بحث در خدمت شما باشیم بسم الله الرحمن الرحیم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشا پیش, پیش میلاد پیغمبر اسلام و همچنین امام صادق علیه السلام رو هم تبریک عرض می بسیار سپاس گذارم انشالله که به همه ما شما تبریک باشه و موضوع برنامه ای ما هم که سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن هست مصادف شده است با ایام پربرکت میلاد این پیامبر بزرگوار خب همانطوری که بینندگان گرامی هم مستحضر هستند در جلسات گذشته ای که با این موضوع در خدمت حضرت عالی بودیم بر اساس دعایه 45 و 46 سوره احزاب شما بحثی را شروع کردید که مقامات عرشی پیامبر در قرآن ترسیم شده بود ادامه این آیه رسیدیم به دو تا موضوع بشارت و انذاری که جزء وظایف پیامبر تعیین شده است و یک سری مطالب را ما در این موضوع بحث فرمودید و بحث با به خاطر کمبود وقت ناتمام ماند از شما تقاضا میکنیم که بحث رو با درباره در باره همین موضوع اگر نکاتی مانده بحث رو پی بگیریم و تا برسیم به موضوعات بعدی بله بسم الله الرحمن الرحیم نقشه راه ما آیاتی از سوره مبارکه احزاب بود که در پاره ای از این آیه یک مقام عرشی بر پیغمبر معرفی شد و اون هم مقام شهود بود در کنار او فرمود که ای حبیب ما ای رسول الله ما شما رو فرستادیم که هدایت مردم رو متعهد بشیم بله ابزار این هدایتگری هم باید حتما بشارت و انذار باشد هیچ پیغمبری نبوده مگر این که یکی از این دو تا مسئله یا هر دوی این مسئله هم بشارت هم انذار رو در زمینه دعوت و فراخانه به سوی دین و دیانت سلوحه یا کار رو انجام داده گاه در قرآن میبینیم که میفهمد رسولا مبشرین و منذرین همه پیغمبران همه کار رو میکردن هم بشارت میدادن و هم بیم میدادن انسان ها دو تا آفت و آسیب عمده در وجود نا هست گاه متاسفانه ما انسان ها مقرور میشیم و زمانی هم معیوس میشیم بعد پیغمبران الهی بشارت و انذار رو با توجه به امید دو تا آفت و آسیب و درد مشترک در تمام بشریت آمدن مد نظر میگیرن ادهی هستن نیاز به بشارت دارند نیاز به این هست که یک مقدار اونها رو به سوی کارهای خیر انسان تحریک کنه وادار کنه انگیزه دارن اون تا نیاز به یک نیروی متحرک دارن میله به خوبی ها در وجود تمام ما انسان ها هست خداخواهی خداجویی در فطرت انسان هست فطرت الله التي فطر الناس ها. اما گاه متاسفانه همون است که گفت چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن به جایی که ما بیاییم خدا رو پرستش کنیم غیر خدا رو بندگی میکنیم خب حال لازم است که پیغمبران الهی بیان انسان رو یک بشارتی بدن یک آگاهی های در اختیار انسان قرار بدن که اگر از مسیر اطاعت الهی انسان وارد بشه انواع و اقسام پاداش ها به رزون مد نظر گرفته شده است این قسم اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم رو اصطلاحاً میگن بشارت این که پیغمبران الهی بیان به انسان تذکر بدن که ای انسان تناز کنگره ی عرش میزنند سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است به انسان بفرمایند و بگویند که ای انسان خدا خیلی در وجود تو استعداد و ظرفیت قرار داده قدر خود رو بدون ارزش و جایگاه خود رو متوجه باش اگر ای رو آمدن تذکر دادن اصطلاحا میشه بشارت و در کنار او یک نعمت های چه در دنیا چه هم در آخرت در کنار ای بشارت هست پیغمبرو دارن خبر همی رو میدن اگر فرمود انا ارسل و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا ما فقط شما رو بشارت دهنده فقط انذار دهنده فرستادیم به خاطر همینه که پیغمبرا وقتی که میبینن یک آفتی به نام مثلا یأس در می انسان هست معیوس میشه انسان میگه ما که جهنمی هستیم گر جامعه ما برای غرق است یک زر و دو زر را چه فرق است در عرف محلی ما میگن آب که از سر گذشت، چی یک وجب چی صد وجب حالا میگن ما که جهنمی میشیم خب بریم خوب گناه کنیم که اونجا هم حالا که قرار ما تنبیه کنن بسوزیم این آدمای معیوسن پیغمبران قرار است همین افراد معیوس رو دوباره باز به دامن پرمهر خدا برگردانند به اونها بگویند که سوی نومیدی مرو امید هاست کوی تاریکی مشو خورشید هاست بسیار عالی جناب استاد با توجه به همین واقعیت و این نکته قرآنی ما یک درس بزرگی ما می توانیم بگیریم همون طوری که در مباحث خودسازی دو تا حالت مطرح شده حالت خوف و رجا یعنی امید. که گفته کسی که میخواد خودسازی کنه نه خائف خائف باشه و نه کاملا امیدوار در بین دو حالت بله. و همونطور که نظر روانشناسی میبینیم که دو موضوع هست یکی یک ایده ها هست مثبت کاملا مثبت اندیشن یک دیگه ممکنه کاملا منفی اندیش باشه بله. و هر دو حالت اگر به حالت افراد کشیده بشه زیانبار هست و شخص رو ممکنه صدمات زیادی بهش برسانه بله. ما میتوانیم از همین آنچه که خداوند در برابر در باره رسالت پیامبرانش تعیین فرموده که پیامبر توی که معمولی از طرف ما هستی و هدف هدایت هست باید این دو تا وسیله رو همزمان داشته باشی بشارت و انذار بله. ما متوجه میشیم که این نکته قرآنی در بحث تربیتی چقدر کاربرد دارد در بحث خودسازی چقدر کاربرد دارد همون گونه که پیامبران هم به بانه. هدایت و ارشاد الهی از این ابزار به خوبی استفاده کردن اصلا کار پیغمبران تربیت هدایت تربیت واقعی از بله. اون خدا هم در قرآن میگه کونو ربانیین بیاین تربیت بشین بیاین آموزه های وعیانی بگیرین بگیرین. خوبی تربیت نیاز به یک ابزار هم داره دو تا از ابزار تربیت که جزء مهمترین اونهاست یکی این بشارته یکم انذار بشارت بدن که انسان معیوس نشه به انسان میگن فیها ما هل و تلز اگر اینجا کاری انجام بدی او طرف خدا از تو تقدیر میکنه اینجا اگر انسان کار خیری انجام بده بعد او طرف نه یک خیر من جا ابل حسنت فلهو اشرا امثالها ده برابر تا هفتاد برابر تا هفتصد برابر و حتی بیشتر از این هم والله و یوزای فولمنیشو خدا به انسان انایت میکنه این میشه بشارت بله مایند با اون یأسی که وجود مر پر کرده بود پیغمبران با این مرهم بشارت مخالفت کنند پیغمبران هی دارند به گوش بشریت میخوانند که عجیب و الله برین به طرف خدا هی دارن میگن ففر رو الله برین به طرف خدا در پناه لطف حق باید گریخت کوه زانان فیض بر ارواح ریخت ای از طریق بشارت در کنار بشارت گاه لازمه که پیغمبران الهی به مقتضیات زمانی که در اون زندگی میکنن و او چیزی که به عنوان تربیت این قوم که به سوی او فرستاده شدن گاه یک اطلاعاتی که نوعی خوف و بیم و دلنگرانی در گروه مخاطب و هدف اینا ایجاد کنه باز در اختیار مردم قرار بدم این می شود انصاف این مغرور نشدن بله گاه آنقدر خود رو بالا می دانند که اصلا حتی نیاز به پیغمبرم نمی بینن. لذا شما نگاه میکنید با اینکه رسالت پیغمبران هدایت گریه و تربیته و در مقوله تربیت هم هم باید بشارت باشه هم باید انذار باشه اما گاه جامعه یک جامعه که اگر اینها رو بیای بشارت بدی مقرورتر میشن لذا یک مقداری پیغمبران باید اینها رو متعادل بسازن فقط دارن اونها رو انذار میکنن خطاب به حضرت نوح میفرماید که انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک بیا انذار بده با که پیغمبران همه رسولان مبشرین و منذرین هستن اما تکلیف حضرت نوح رو قرآن بشارت معرفی نمیکنه میگه برو انذار کن چرا؟ چون اینا از اون نور و اون اعتدال خارج شده بودن در کارهای تربیتی اگر انسان به روی کسی که قرار تربیت بشه خیلی سخت بگیره دل زده میشه و اگر راحتی کامل بیای بری و پیشنهاد بده باز این شخص مغرور میشه قرار انسان فرزند و خور تربیت کنه درشتی و نرمی به هم در به هست هم انسان باید خشونت داشته باشه سلابت خشونت صرف نه با. سلابت دیشته باشه و هم باید رحمت و رعفت دیشته باشه اگر رعفت صرف بوده باشد رحمت تنها باشه ای بند خدا نسبت به ما هیچ گونه حسابی باز نمیکنه حرف ما رو قبول نمیکنه و اگر هم از اون طرف فقط و فقط انسان بیایه به دیده قهر نسبت به اون نگاه کنه باز هم از دست انسان فرار میکنه که گفت لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش بنده حلقه به گوش هر ننوازی برود یکی از ویژگی های انسان همینه امام عسکری فرمودن الانسان و عبید الاحسان آدمی بند همین محبت کردنه انسان نیاز به خرج کردن عاطفه داره لازم است که بو انسان محبت کنه در روایت فرمودن بل احسان القلوب قلوب اگر ما قلعه دل, دل مردم رو فت کنی و پرچم خور بر بلندای دل اینا چسبونی راه اینه که اونها احسان کنی ای احسان در قالب بشارت است پیغمبران الهی به خاطر که مربیان بشر بودن معلمان و دستگیران هدایت کننده ای بودن برای بشر هر دوی اونها رو به شکل کامل انجام بدادن گاه تنف معلمه اما چون اون مدیریت کامل رو نداره اون فهم جامع رو نداره باید انذار کنه اما متاسفانه بشارت میده گاه این معلم باید یک مقدار اطوفت خرج کنه اما خشونت رو چاشنی کار میکنه باز هم او کسی که به عنوان فراگیر در کلاس درس نشسته از این معلم و آموزه های او چیزی یاد نمیگیره در کلاس بندگی بشریت زمانی میتونه شاگرد خوب و ممتازی تربیت بشه تحت تعلیم های پیغمبران که این پیامبران از ابزار درست استفاده کنند که یکی بشارت دادن که ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأس اندهاقا هی hey, داره خدای متعال که در بهشت پیش چشم انسان اینا بشارت هست بله هی hey, داره اینها رو پیش چشم انسان برجسته میکنه که چرا چون انسان تمایل پیدا کنه بشارت مده اما گاه از اون طرف دیگه خداوند متعال صحبت از نار الله الموقده التي تطلع على الافعده او آتش داغ و گدازنده ای که برعکس آتش های دنیا که اول جسم آدم رو می سوزنه اما بل. آتش قیامت اول دل و جان آدم رو این می شود نوعی انذار کردن که خب جز مهمترین کارها است که پیغمبران در مسیر تربیت از این دو تا ابزار استفاده بکنه بسیار عالی با توجه به اینکه هدف از این بحث ها و اینکه ما آمدیم سر دسترخان قرآن و معایده الهی نشسته ایم تا به کمک قرآن و از زبان وحی با پیامبر بزرگوار خودمان با پیامبر عظیم و شعن خودمان آشنا خب هدف از این بحث ها و اینکه مخاطبان عزیز ما وقت میگذارند چه از طریق برنامه یا برنامه های دیگه یا از طریق کتاب ها مطالعه میکنن که بسیار هم در خور تقدیر و ارزشمند هست هدف همش اینا هست که ما اول شناخت حاصل باله. کنیم و تا اینکه بعد از شناخت ما جای پای خود جای پای اونا بذاریم یعنی هم بحث الگوگیری یا در کلام دیگر و تعبیر دیگر پیامبر اسوه ما هست در همین زمینه واقعا ما میتوانیم از پیامبر این اسوه را بگیریم در زمینه تربیت بله. چی در سطح کوچکش که در تربیت در مکتب باشه، در دانشگاه باشه یا در خانه باشد یا حتی مثلا دولت ها و حکومت ها در رابطه با دولت میتونه از همین آیه که خداوند درباره پیامبرانش و درباره پیامبر عظیم شان اسلام کار برده ما میتوانیم چی استفاده هایی که ببریم قطعا همین رقم این آیات خب علاوه بر این که داره یکی از شؤون پیغمبر رو مطرح میکنه بله. به شکلی هم داره راهکار مده برای جوامع بشری امروز درست. کسانی که در رأس حکومت داری به سر میبرن، اونایی که به تعبیری سکان هدایت جامعه و دست سنا هست بره. باید هر دو رو در کنار هم دیشته باشند هم بشارت بوده باشه هم انزار بوده باشه یکی از راهکارهای بسیار عالی است که ما بتونیم به استفاده های بروزی از آیات و قرآن داشته باشه انشالله که خداوند با ما توفیق بدهد ما بتوانیم از این آموزه های قرآن و آموزه های وحیانی و آموزه های وح... اهل بیت در بهتر کردن زندگی خودمان ما, ما بتوانیم بهرمن شویم با توجه به اینکه تا قبل از میان برنامه یه چهار دقیقه ما فرصت داریم با حضرت علی بالله. این بحث رو ادامه میدید یا اگر شروع خدمت شما عرض کنم که ویژگی بعدی پیغمبر در آیه گفته می شود که ودا ین الله پیغمبر اسلام و تمام پیغمبران الهی دعوت کننده ی و سوی خدا هستند اینا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نظیرن و داعین الالله, الالله, الالله بعد تازه این دائین الالله به ازنی به اجازه خود خدا هست خدا بشت. خودی عمر پیغمبر رو فرستاده است پیامبران الهی مردم رو دل سید کنن جذب کنن مثل یک آهن این مغناطیس وجود پیغمبر تمام اون فلزات قابل رو میتونه جذب کنه این قابلیت هست و بعد از اینکه جذب کرد پیش خود نگه نمیداره یک جا دلهای مردم رو با خدا میای پیوند میزنه پیامبران الهی دائین الله هستند کلام اونها این است که یا قومنا عجیب و دعای الله بیاین کلام خدا رو اجابت کنین بیاین کسی که از جانب خدا آمده است ما رو به سوی خدا میخواند جذب او بشیم این بسیار مهمه پیامبران قصد مرید جمع کردن برای خود نیه قصد ندارن که مردم رو جذب خود بکنن و گونه اونها جذب خود اونها بوده باشند. در قرآن میخونه ملکه سبا گفت و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین نگفت تسلیم تسلیم سلیمان شدم گفت ما و سلیمان هر دو تسلیم خداییم خیلی حرف زیباییه بله ما باید پیغمبر رو به عنوان یک دعوت کننده اونم دعوت کننده به سوی خدا مد نظر بگیریم و کار پیغمبران هم همین بوده است در اون لحظات آخر عمر مبارک پیغمبر وقتی که در بستر شهادت بودن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دور بستر پدر بودن این حالت پدر رو که میدیدن اشک ریختن می گریه میکردن و در عین حال آمدن استشهاد کردند به اشعاری از حضرت ابوطالب عموی بزرگوار که و یستسغل غمام و به وجهه ثمال و و کافر و یعنی اون سپیدرویی که اگر این ابر بغاری هم میگریه و میباره به خاطر اویه <سؤال> انسانی که پناهگاه یتیمان و بیوزنانه این شعر رو حضرت ابو طالب علیه السلام در مده پیغمبر سروده بود خب پیغمبر استفاده کردن که حضرت صدیقه تاره دارن از پیغمبر دا تعریف میکنن ببینید تون پیغمبر دائین الله هست حتی راضی نبود به همین تعریفی که دختر پیغمبر از شخص پیغمبر کرد به همین راضی نشد فرمودن که حبیبه من نور چشم من زهرای من اگر میخواهی در خصوص ما چیزی بگی بگو که و ما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسول افا امات ام او قتل انقلبتم على اعقابكم پیغمبری بود کار خور آمد انجام داد مهم اینه که این مسیر بعد از او امتداد پیدا کنه و شما بعد از پیغمبر مسیری که پیغمبر به شما نشان داده رو باز بپیمایید به نکته بسیار فرمودید و اگر اجازه بدید همینجا یک درنگی بکنیم خب هدف از این بحثا این هست که ما بهرمند بشیم دیگه از مکتب قرآن درس آموزی کنیم و شاگرد باشیم نکته ای که به ذهن بنده میرسه شما فرمودید این تعبیر دائین الله یعنی وظیفه پیامبر اینه که دعوتی به خدا میکنه بله دعوتی به نفس دوکان باز نمیکنه که به خود بخوانه و همین نکته رو وقتی که ما میبینیم در زندگی تک تک ائمه معصومین علیه السلام و, و سلام هم هست یعنی با توجه به سوادی که اندکی که من دارم یک تورقی که در روایات دارم و سرکاری که با روایات دارم من در یک روایت ندیدم که یک امامی بیاد به خودش خوانده باشه یا دعایی که از معصومین رسیده دعایی که در صحیف سجادی هست دعایی الان شما اشاره فرمودید که در با وقتی که اون شعر حضرت ابی طالب رو حضرت زهرا سلام الله علیها میاد در وصف پدر بزرگوارشون میخونه بله. پیامبر حتی به یه حد راضی نیست با توجه به این وضعیت ما متوجه متاسفانه جامعه ما همیشه با یک جریان بسیار خطرناکی ضد توحیدی به اسم غلو هم مواجه است در این زمینه اگر شما نکاتی رو بفرمایید یک مقدار هوشداری باشه برای کسایی که از او طرف بام میغلتن و علا رغم تأکید معصومین علا رغم خدا محوری و اون توحیدی که در بیان معصومین و در زندگی معصومین بسیار بسیار پررنگ هست ما متاسفانه در ورطه قلو میفتیم اگر اجازه بدهید این بحث رو من به یاد شما باشه انشالله بعد از یک وقفه برمیگردیم و خدمت بینندگان عزیز یک میان برنامه را میبینیم و تقدیم بینندگان میکنیم و دوباره انشالله همین سوالی رو که عرض کردم بحث رو از اینجا شروع کنیم خب بینندگان محترم بسیار بسیار سپاسگزارم که حوصله کردید تا اینجا ما را همراهی کردید و ما از پنجره تلویزیون جهانی هادی مهمان نگاه های دردانه شما بودیم اجازه بدهید یک میان برنامه ای را میبینیم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم سالها بود که زمین در حسرت باران حیات بخشی می و درمان تشنگی سیاهی و تیرگی خود را از آسمان آبی انتظار داشت سالها بود که زمین به کویر خشک تعصبات و عقاید باطل و مرداب خرافات تبدیل شده بود که ناگاه در شبی فراموش نشدنی باران رحمت الهی شروع به باریدن کرد و زمین تشنه را سیراب ساخت و گل زیبا به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در کویر حجاز شکوفا شد تولد او عطر دلانگیز ایمان را به مشام مشتاقان رساند و چشمه های جوشان معرفت را در سینه ها جاری ساخت آری با تولد او کویر جهل و تعصب به وستان معرفت و تفکر تبدیل شد آن پیام الهی در شهر مقدس مکه به دنیا آمد و جهان هستی را با وجود مبارک خود منفر کرد آسمان ها و زمین امشب نور باران است بر لب عرشیان از شوق گل عشق و سرور جاری است زمین گل باران و فضا سرشار از عطر مشک و انبر است شهر مکه میلاد آخرین سفیر الهی رسول حق و رحمت را انتظار می‌کشد آنکه نقش نگین انبیاست ناگاه در این فضای پر از عطر و نور خداوند دست گلی را به آمنه عطا نمود و زمین و فلک غرق سرور شادی گشت یا محمد تا نام تو برده می شود چراغ های در جان لحظه ها فروزان می شوند تا فضیلتی از تو گفته می شود دلها از بوی گل محمدی زنده می شوند یاد نوید بخش تو درهای صبح را به روی ما می گشاید ایام به کام ای درخت نبوت تو با صداقت شاخه هایت پربار که امروز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هستی مولود حرم مولود آستانه افت و ایمان می به نام تمام زیبایی ها درود خداوند بر تو باد آنگاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی شکوه بندگی را به جای آوری آنگاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بیمثالت پرداختند درود خداوند بر تو باد آنگاه که زمین از نعمت حضورت در کاینات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین قبطه آنگاه که خانه دوست آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت دل از آسمان ربود آنگاه که زبان به هم دو یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید کوچه های مکه را فرا گرفت درود خداوند بر تو باد آنگاه که زخمهای بیشمارت عشق را به تماشا فراخان و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست الله الرحمن الرحیم سلام دوباره خدمت همه فارس زبان های گرامی مخاطبان عزیز انشالله که حال همه گیتون خوب باشه و تا اینجای برنامه با حوصله مندی ما را همراهی کردید جای سپاسگزاری است اگر اجازه بدهید ادامه بحث را و سوالی را که قبل از میان برنامه از کارشناس بزرگوار برنامه مهمان محترم جناب استاد روحانی من پرسیدم که درباره جریان غلو بود از زبانشان ایشان بشنویم ممنون میشم از همراهی شما خب جناب استاد بفرمایید اون سوالی را که قبل از میان برنامه پرسیدم منتظریم که جوابش را از زبان بلو. شما بشنویم خدمت شما عرض کنم یک جوان محضر پیغمبر رسید ها پیغمبر اسلام فرمودن که ای جوان مرو بیشتر دوست داری یا خود رو گفت شما رو يا رسول الله جانم به قربان شما جانم در مقابل جان شما که تمام هستی هست جان آفرینش و قلب تپنده عالم هستید بهایی نداره پیغمبر لبخند زدن فرمودن جوان من بیشتر دوست داری یا پدر مادر خود عرضه داشت به ابی انت و امیان رسول الله پدر و مادرم به قربان سر شما سوال رو پیغمبر ادامه دادن فرمودن خب جوان رو بیشتر دوست داری یا خدا رو یک جواب داد لبخندی بانوان رضایت بر لب پیغمبر نقش بست گفت یا رسول الله اگر من شما رو از خود بیشتر دوست دارم بر پدر مادر خود ترجیح میدم به خاطر اینکه خدا گفته توصیه خداست بارک الله بله قطعا خدا رو بیشتر از شما دوست دارم چون او کسی که آمده مرو دعوت کرده نسبت به شما مهر ورزی داشته باشم خدای متعال هست این خدای مهربان بوده که شما رو به عنوان رحمت بر سر راه به شریعت گذاشته یا رسول الله من شما رو خیلی دوست دارم بر خود بر والدین خود ترجیح میدم اما خدا چیز دیگری است قطعا همین گونه ای همین است ما خدایی نکرده دلدادگی که به ساحت معصومین داریم نباید این ارادت و شوق ما نسبت به اهل بیت و پیغمبر ما رو خدایی نکرده گرفتار قلوب کنه ای بودن می آمدن محضر معصومین سلام الله علیهم اجمعین می گفتن شما خالق ما هستین شما رازق ما هستین و اهل بیت بسیار ناراحت می شدن مکدر می شدن اونها رو دعوت به بد... استغفار میکردن به امیر المؤمنین سلام الله علیه سلام میدادن که السلام علیک یا سیدنا و مولانا و ربنا استغفر امیر المؤمنین اونها رو نهی کرد فرمود هیچ وقت این حرف هایی ای رو نزنید این کارها زیبنده من نیست در حق من نیست اگر علی افتخاری هم داند الهی کفا بی فخرن ان اکون لکه ابدا. <تصفح> افتخارات علی خلاصه در عبودیت و بندگی و او میشه برای خدا <تصفح> پیغمبر اسلام بعد عبودیت او پیشتاز بر رسالت اوست در تشهد نماز میخونیم دیگه و اشهد و ان محمدن عبده و رسولو پیغمبر اول بنده خدا بود بعد شد رسول خدا نشه که خدایی نکرده خدایی نکرده اما حرفی که هده از مسیحیان آمدن در خصوص عیسی ابن مریم که همو ابتدای تولد گفت قال انی عبدالله مردم و بنده خدا هستم آمدن عده او رو به جای عبدالله ابن الله خوندن این تصورات و تفکرات متاسفانه برخواسته از قلوب اهل بیت مقامات بالایی دارن مقامات عرشی دارن اما فرمودن نزلونا عن الالوهیته ما را از مرتبه الوهیت تنزل بدین آه. اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین اینا اگر بزرگ شدن به خاطر چیه به خاطر که کوچیکه کردن در مقابل خدا بزرگی از آن یافت کو پست شد در نیستی کوفت تا هست شد اگر پیغمبر عزیز عالم شده به خاطر اینه که این عزت رو از کوچک کردن خود به درب خانه خدا آمده یاد گرفته بعضیا متوجه این نکته نیستن استاد وقتی که به ادبیات معصومین در برابر خداوند اینها دقت میکنن توجه میکنن میگه اینا به در میگه که دیوار بشنوه ولی وقتی که شما این نکته رو فرمودید و به زیبایی بیان فرمودید آدم با تمام وجود متوجه میشه که اونها تصوری که از خداوند داشتن چنان خداوند در نگاه اونها عظیم و بزرگ و با جلالت بوده که واقعا اون معصوم او پیامبر و امامی که در نگاه ما بزرگ هست و با جلالت هست اون عظمت و اون جلالت در برابر عظمت خداوند هستن هیچ هیچی نیست چرا بانه. چون اون هستی جلالت اصلی مال بزرگی اصلی مال اوز ولی بازم در این حال متاسفانه بعضی هم میخوان که توجه بکنن میگن نه این قسمی نیست امام مثلا چرا با یه عدبیات در برابر خداوند حرف زده میخواسته به در بگه که دیوار بشنوه بله ارز کردم یک راه بزرگ شدن همینه که انسان در مقابل خالق هستی اظهار کوچکی کنه مولای ما عبدالله حسین علیه السلام خب علم اولین و آخرین رو خدا به پیغمبر یاد داد فرمود و علمه علم که مالم تکن تعلم و چیزایی که یاد نداری یا رسول الله دست تربیت الهی همه و همه رو به تو یاد داد خب پیغمبر اسلام این علوم و معارف رو که از جانب خدا به او تعلیم داده شده بود رو علم همه عالم به علی داد پیغمبر همه رو آمد به امیر المؤمنین سلام الله علیه منتقل کرد فرمودن امیر المؤمنین علمنی رسول الله الف باب من العلم هزار در از دانش رو پیغمبر به سوی ما گشود بعد فرمودن که یفتح من کل بابم الف باب که از هر دری که پیغمبر به روی ما گشودن باز هزار در دیگر از دانش باز می شد بعد از امیر المؤمنین این معارف به امام مجتبا بعد به سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رسید حالا نها کنین همین امام حسین که تمام علوم معارف بشری و وحیانی رو داره میراس انبیا رو داره همین امام حسین علیه السلام در دعای عرفه با همین ادبیات نیای با خدا صحبت میکنه میگه الهی انا الفقیر و فی غنایی خدای اگه من بی نیازم باشم بازم فقیرم طبعا. همه چیز دیشته باشم بازم دستم خالیه یعنی این غنای من در برابر غنای خداوند اولا از نظر چیزی نیست عظمتی که اون داره اصلا چیز نیست گذشته از اینکه اون از خودش ولی آنچه که من بله. دارم از خدا هست بله نکنه عین این همین تعبیر رو حالا باید به یک شکل دیگر در قرآن میخوانیم که وقتی که صفات مؤمنین رو میای در سوره مبارکه مؤمنون مطرح میکنه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عین همین مورد رو به یک شکل دیگه ما در آیات قرآن میبینیم وقتی که خدای متعال یک تابلوی بسیار زیبایی از صفات و ویژگی بندگان مؤمن و داره تصویر میکشه که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حدود 8 تا 9 تا ویژگیر مطرح میکنه و بعد پاداش اینها رو در صدای آخرت میای مطرح میکنه که اولا که یرسون الفردوس هم فیها خالدون خدا اینها رو وارث بهشت میکنه و وقتی هم که بهشت رفتن اینها جاودانه در بهشت میشن ای که چند مدت از نعمت ها استفاده کنند بعد بگن که مرا من در منزل جانان چه امن و عیش چون اردم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها آقا جان بسته دیگه بریم اصلا بله باید تام آخر در بهشت باشن خوب نها کنین تعبیر و قرآن این است که اولای که یرسون الفردوس اینا به عشت رو به ارث بردند ارث میگن اون مالی که به دست انسان آمده قهرن و من هیچ تلاش بری نکردم پدر از دنیا رفت مادر از دنیا رفت و تمام اون ثروت و, و سرمایه یک جا به دست ما این رو میگن ایرس یعنی چیزی که آدم بری و زحمت نکشیده خب خدا یا اینا ایمان دیشتن اهل نماز بودن اهل زکات بودن افت و پاک دامنی رعایت امانت رعایت وعده های الهی چی رقم میگی اینا هیچ کار نکردن دو به بهشت رسیدن خیلی هم زحمت کشیدن اما چرا تعبیر ارث میگن به خاطر اینکه این که ای زحمات اینها اگرچه که فراوانم بوده در مقابل او پاداشی که خدا بر اینو میای عنایت میکنه چیه هیچ چیه. چیز هم. انسان معصوم مقامات عرشی دانه اما اولا از خودی اونیه خدا بری و داده و ثانیا هر هم هست وقتی که شما میای نسبت سنجی میکنی در مقابل خدا اصلا صفر هم محسوب نمیشه حال پیغمبر باشه امیر المؤمنین باشه امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین باشه در مقابل ذات اهدیت اینا اصلا خود رو نمی بینن و عامل رشد نام همینه انسان وقتی که خودبین نباشه به جایی میرسه جناب بیدل میگه یک قدم هست انسان رو در زندگی به هر مقصدی میرسونه یک قدم که برداریم به اندازه همه که چهل ساند باشه پینجا ساند باشه بله. میگی میگه این چهل ساند پینجا ساند آدم رو به هر مقصدی در زندگی میرساند و او قدم اینه که انسان بگذار روی هوای نفس روی خودی ها روی انانیت ها به تعبیر علمای علم اخلاق نگه جهان نوردین قدمی ز خود برونایی که ز خود اگر گذشتیم همه جا رسیده باشی آدم اگر از خود بگذره به همه چیز و به همه جا میرسه اهل بیت ای رقم بودن اونو خود رو فانی در خدا میدیدن میفرمود امام حسین علیه السلام در دعای عرفه که خدا یا من کان محاسنه مساوی کسی که کارهای خوبی هم بده فکیف لا یکون و مساویه مساوی پس کارهای بدی و دیگه چی باشه؟ ای از زبان امام حسینه ای هم از بابی یعنی این... چی ببخشید اگر برای بینندگان به زبان بله فرمان. امام حسین بفرمان خدای من اگر کار خوبی هم انجام بدم این کار خوب هم خوب نیست زیبا نیست در, در تو. برابر تو در تو در مقابل او سن و حسن و جمال الهی میگه کارم اصلا به چیشون نمی رنگی نداره بله نکنین وقتی که یک خورشید میایی میتابه دیگه ما شما ستاره ها رو نمیبینیم بینیم بله. چرا؟ علتی چیه؟ نور خورشیده. نور خورشیده. گفت اگر چه صاحب و حسنند در جهان بسیار آفتاب چو برایت ستاره ننماید وقتی که خورشید طلوع میکنه ستاره ها هم سر جا هستن جایی که نمیرن اما دیده نمیشن چرا؟ چون منبع نور پرتری آمده فروغ اونها رو گرفته امام حسین جوا که میگن الهی من کان محاسنه مساوی یعنی خدای این کار رو اگرچه که من انجام دادم خوبم هست اما وقتی که او حسن طور میبینن که در ازل پرتو و حسنت ز تجلی دم زد دیگه برای حسن ما چیزی نمیمونه همه رنگ میبازه اشاره امام حسین علیه السلام اینه و او چیزی که آدم میتونه از این استفاده کنه اینه که امام حسین علیه السلام فانی در خداست پیغمبر زوب در خداست امیر اگر بره خو عزت و افتخاری هم داره همه اونها رو یک جا مرهون و مدیون بندگی کردن و سرگذاشتن بر آستان الهی است لذا هیچ ارتباطی بین این آموزه هایی که قرآن ما رو داره به او دعوت میکنه وقتی که متاسفانه ادهی مسیر رو به غلط دارن میپیمایند و قلوب میکنن در خصوص اهل بیت علیه السلام که خود اهل بیت هم بیزار از اینها هستند رابطه نیست یک زمانی آمد محزن موسی بن جعفر سلام الله علیه گوه جان من از پدر بزرگوار شما امام صادق در خصوص یک شخصی به اسم عبالخطاب دو رقم روایت شنیدم گاه امام صادق برای دعا کردن و گاه او رو نفرین کردن آجان می تعریف های پدر شما در خصوص او بیام قبول کنم یک از راویان زمان امام, سجد، امام, صادق بود بله یا یعنی نه ای که آمدن رو لعن کردن او را نفرین کردن کدو درسته؟ موسی بن جعفر فرمودن هر دو تو درسته ای که میبینی پدرم دست به دعا بر میداند بره عبال خطاب میایه دعا میکنه بخاطر که در مسیر پدرم بوده حرف پدرم رو قبول داشته و گوش میکرده و زمانی که پدرم داره او رو ترد میکنه از پیش و خود نفرین میکنه بخاطر این که قلوف کرده بود امام صادق رو نوز و بالله پیغمبر میدونه بالاتر از پیغمبر خدا میدونه یک درست نیست کف بودگر که خدا خانیش. یا خدا هم تو جدا دانیش اینها هر چه دارن از رشته اتصال ناب خداست و باید این رشته اتصال اولیاء الهی به ذات اهدیت ما ببینیم هر چه به اونها رسیده از پرتو ذات اهدیت رسیده و اینجا هم همین رو داره میگه میگه پیغمبر دعیان الله دعوت کننده به سوی خدا هست دعوت به نفس ندارد خب در این قسمت اگر بفرمایید مخصوصا اینکه عالمان دین و کسایی که وظیفه <applause> تبلیغ دین رو به عهده دارن به گونه ای مشمول این خطاب هم قرار میگیره و وظایف اونها هم همسو و در راستای با وظایف پیامبر هست در این قسمت آیا احتمال این هم هست که ممکنه کسایی که به عنوان عالم دین هست مبلغ دین هست ممکنه این دستور و آویزه قرآنی رو فراموش کنه و در ورطه خطرناک انحراف و خواندن به خود و دکان باز کردن و مسائل بیفته این روایتی که مام عرض کنم هم برادران محترم اهل سنت نقل کردن هم در مجامع روایی اهل بیت علیهم الصلاة و, و السلام هست فرمودن العلماء ورثت الانبیا عالمان وارثان انبیا هستند خب از انبیا که پولی نمونده که امروز بیایم بدن مثلا به عالمان در چی وارث اونها میشن در همون رسالتی که انبیا به شانه گرفته بودن عالم هم باید همون کار رو بیاد انجام بده هیچ پیغمبری مردم رو به سوی خود دعوت نمیکرد هر چه هست اینه که مردم رو بیان با خدا آشنا کنند البته گاه متاسفانه دیده میشه ادعی از کسانی که به نام دین نون دن دین رو میخورن بله اما متاسفانه خدمت به دین و دیانت نمیکنن اینها دور از اون فرهنگ هستند که پیغمبر و اهل بیت و پیغمبر آمدن ترسیم کردن آل بیدل اون, اون یک گام رو بر نداشتن که گام برون نهادن از خودشون بله اینو بیشتر داشتن. بله نا کنون عالم دین یکی از کارهایی که باید انجام بده این همین چراغها و راه نمائی بله. چراغ ها و علامت های راهنمایی رانندگی هست مثلا ترافیکی ترافیکی چراغ به من نشون میده که فعلا این چراغ سرخ شده اجازه نداری عبور کنی این چراغ سبز شد اگر می تیرشی بسم الله یا مثلا یک تابلو هست او رو نگاه میکنی انسان سرعت خور کم میکنه یا مثلا داخل این سرک نمیشه خب این تابلو اگرچه که زیبا هست اگرچه که از فلز خوبی آمدن او رو تیار کردن هیچ هی آدم محوه او نمیشه پیامر میگیری و طبق همو عمل میکنی عالم باید همین رقم بوده باشه راه رو به مردم نشان بده مردم رو جذب بکنه مردم رو با دین آشنا بکنه اما ای که مردم رو خواسته باشه با خود دیشته باشه که همیشه و همیشه او رو بیاین مثلا بله. بله یک از مشکلات مثلاً. همینه از مشکلات همینه که خب متاسفانه سبب میشه که نگاه مردم نسبت به دین و دیانت یک مقدار کم رنگ بشه و ضعف پیدا بکنه همین است که گاه ما میبینیم کسانی که نامی از علم و عالم یدک میکشند وظیفه رو درست انجام نمیدن و چی جالب مثلا درباره امام حسین هست اون تعبیری که ان الحسین مصباح الهدى بله. یعنی چراغ هدایت است خب شما تمثیل جالبی که در کار بردید و واقعا وقتی که ما نگاه کنیم چراغ کسی یعنی راه رو باز میکنه بله. راه رو نشان میده فضا رو روشن میکنه تا حقیقت از غیر حقیقت برای بله. مردم تشخیص داده بله. شود و نمایان شود بله خاصیت چراغ که در انشالله ادامه آیه هم خواهد آمد که بله. و سراجن مونیرا، پیغمبر یک چراغ هدایت کری بود خاصیت چراغ اینه که اولا خودی و واضحه روشنه بله. خاصیت نور نور بارد. در مطالب حکمتی میان میگن که نور اولا ظاهر لنفسه خودی و معلومه و کار کردیم اینه که مظهر غیره، غیر رو هم بکنه روشن میکنه حالا باب بحث گشوده شد به اون بخش بعدی تعبیر دیگری از آیه ما منتقل شدیم در واقع بله. اگر بحث رو از همین جا ادامه بدهیم بله. بسیار عالی میشه بحثی... ویژگی آخری که در این آیه بر پیغمبر نمیفهم فرصت داریم آلا همکارای محترم اگر بفرمایید که ما چند دقیقه دیگه فرصت هست بفرمایید بله بر... هف... 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 ش... پنج شش دقیقه فرصت هست م... هرچند تره این بحث نیاز به زمان بیشتری داره اما در او حد و اندازه که انشالله بحث ارائه بشه پیغمبر رو میگه سراج المونی را یک چراقی که نورفشانی میکنه ای چراغ می سوزد و نور تولید میکنه و تمام اون ظلمت هایی که در زندگی بشر هست رو هی داره تبدیل به نورانیت میکنه خدای متعال خودی و الله و نور و سماوات و نور زمین و آسمان اونه بعد همین خدای متعال به خاطر اینکه زندگی من نباشه از اون زندگی هایی که ظلماتون بعض و فوق بعض یک چراغ هدایتگری مثل پیغمبر اونم بسیار پر نور آمد در زندگی من روشن کرد و مهم اینه که من از این نورانیت چراغ بیایم این زوایای ظلمت و تاریک زندگی شناسی شناسایی و بعد دور کنم پیغمبر وقتی که آمدن به رو رقم زدن و شروع کردن به هدایت گریه مردم خب ای رو گاه امیر المومنین در نهج البلاغه فضاهای قبل از بعثت پیغمبر رو تصویر میکنن و بعد هم میآیند میگن شما امروز چی شدند که مقایسه جالبی میکن. هم داره تعبیر دوران جاهلیت بله. بله قبل از بیست دوره جاهلیت و بعد از بیست بل بله قبلا نا کنین اعراب جاهلی قبل از بیست پیغمبر از نظر اخلاق در منحط در این دوران بشریت به سر خوب خب انسانی که به دختر خود خود رحم نکنه باید. به پسر خود خود رحم نکنه چون کفار و قریش هم دختر می که با اید و ایدل و به ای زن بن قتلت و هم پسران خور می پسران خور به خاطر که شکم نرسیر نکنند لذا در دو جای قرآن فرمود ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم با چه خور نکنش به خاطر که نمیتونی شکم سیر کنی مگه تو داری شکم ارسیر میکنی هم تو هم اور خدا داره رزق میده خب این میرسانه که متاسفانه اخلاق بین اینا هیچ گونه رواجی ندیش کسانی که قتل و قارت و چپاول تمام افتخار اینا بود یکی از در اشعار عرب جاهلی هست به چند چیز خیلی می آمدن فخر میکردن اول او اسبی که می اسب تیزدک و سواری و بعد به شمشیری که همیشه آغشته به خون مردم بود با این شمشیر و با این اسب کار اینا قارتگری بود اموال مردم رو چپاول میکردن اصلا به جنگ عادت کرده بودن یک پدیده رایج بین عرب های جاهلی بوده بله. قرآن جنگ بودن قرآن این فضا رو در سوره مبارکه آل عمران داره ترسیم میکنه میگه و کنتم علی شفا خفرت من النار شما بر لبه پرتگاه آتش بودین فانقذکم منها خدا به وسیله پیغمبر شما را آمد نجات داد اخلاق اینا ای رقم از نظر خداپرستی و یگان پرستی هم اعراب بوتهای متعدد دیشتن و تعبیر امیر المؤمنین منسوبه و منصوبه بوتها رو دیشته بودیم هی دیشتیم پیش اونها سجده میکردیم اونا رو دیشتیم عبادت میکردیم اما سراج منیر الهی آمد چکار کرد به مردم یاد داد که هو اول و آخر و ظاهر و الباطن. و هو علا کل شیء قدیر این بوت سنگ و چوب اینو به درد آدم نمیخوره اینو نمیتونن به انسان ضرری بزنن نمیتونن خیری از انسان برسونن بیاین پیش خدایی سجده کنین خدایی رو عبادت کنین که خالق شماست پس توحید رو چند تا ظلمت در شبه جزیره عربستان بود اول بی اخلاقی پیغمبر اونها رو متقلق به اخلاق الهی کرد فرمود انما با استو لعتم مکارم الاخلاق کفر دیشتن شرک در بین نر رواج دیشت پیغمبر این ظلمت کفر و شرک رو با نور توحید آمد جایگزین کرد چراغ هدایتگر الهی سراج منیر الهی آمد و این مردم رو خداشناس کرد اینو کسانی بودند که از نظر علم و معرفت از همه مردم عقبتر بودند. در های تاریخ هست که میگن کسانی که میتونستند بنویسند و بخوانند تعداد نو کمتر از انگشتان دست بوده ده. اما پیغمبر از چنین افراد جاهلی چنین افراد نادانی آمد کسانی رو تولید کرد که اینها شدند جزء پیش غرابلان کاروان علم بشری پیغمبر بر قلم به دست اینا داد و در کتاب خود در هدایت های قرآنی آمد ای رقم تعبیه کرد که نون و القلم و به قلم قسم میخوره پیغمبر قلم رو آنقدر اهمیت میده میگه ناکنین مرکب سیاهی که به دست عالم هست قلمی که به دست عالم هست خیلی برتر است از اون مرکب سرخی که شخون شهیدان است مداد العلماء افضل من دماء شهدا پیغمبر آمد به تعبیر ناصر خسرو بره مردم گفت درد نادانی برن جانت تو را ترسم همی درد نادانی را گر به علم افزون کنی پیغمبر بر درد جهل نا آمد مرهمی از علم گودیشت از معرفت گودیشت این می شود سراجا منیرا. منیرا روابط اجتماعی بین مردم خیلی پایین بود و بعد پیغمبر آمد گفت که انما المؤمنون اخوه شما با هم برادرید فاصلحوا بین اخویکم و هر چیزی که آفتی باشد بر درخت برادری و هر چیزی که آسیبی هست بر درخت برادری آمد قرآن اینها رو تذکر داد گفت حواس شما جمع باشه لا از خر قوم من قوم عصا و یکون خیر منهم مردم دیگر رو تمسخر نکنن تمسخر میوه شیرین درخت برادری رو بیسمر میکنه. میکنه ولا تلمزو انفسکم چقدر زیبایه لمز یعنی عیب تراشی غالبا نسان از دیگران عیب میگیرنه اما اینجا میگه بره. ولا تلمزو انفسکم لا تلمیزو انفسکم یعنی چی؟ یعنی از خود خود عیب نتراشیم. ما اگر عیبی هم دیشته باشیم یه عیب رو ما به چشم مردم مخفی کنیم چرا قرآن میگه با لا تلمیزو انفسکم؟ میگن به خاطر اینه که اگر آمدی از یک برادر ایمانی از برادری که او هم مثل تو به نور توحید آراسته است عیبی بگیری از باب اینکه که گفت متحد جانهای شیران خداست جان گرگان و سگان از هم جداست از برادر ایمانی خو عیب گرفتی کنه از کی گرفتی؟ از خود از خود لذا مگه ولا تلمزو انفسکم مگه تجسس نکنین سو ازن ندیشته باشین مقیبت نکنین خب این آموزه های اخلاقی میتونه پیوند های اجتماعی یک مقدار مستحکم تر بسازه قطعا همین قسمت جناب استاد و و این که پیامبر در دوره کوتاهی رسالت خودش با این تعبیر سراج چین رفشانی هایی کردند و چی میوه های پرباری از درخت وجود پیامبر به سمر نشست و کام مسلمان ها را شیرین کرد بسیار بسیار جای حرف داره اگر اجازه بدهید بحث رو این جلسه همینجا تمام کنیم و در قسمت آینده باز هم در این زمینه در خدمت شما هستیم و از زبان حضرت عالی و به کمک کلام وحی بیشتر با سیمای نورانی آن حضرت آشنا شویم انشالله انشالله که ما و شما را خداوند از پیروان راستین پیانبر و ایمیت هار علیه مصطلح و سلام قرار بدهد بینندگان محترم بسیار سپاسگزارم که تا اینجا با ما همراه بودید اجازه بدهید شماره ارتباطی واتسابی برنامه را اعلام کنم مثبت نهصد و هشتاد پنج چهل سیزده استاد گرامی اگر یک دو جمله دعایی بفرمایید و از محضر شما و بینندگان محترم خدا حافظی کنید اللهم صل على محمد و آل محمد و, محمد و عجل فرجم خدای و خدایا توفیق کسب رضایت پیغمبر و اهل بیت علیه السلام, السلام رو به همه ما کرامت بفرما اله آمین. اله آمین. از درمها نام شاهان برکنند نام احمد تا ابد بر نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نوت هم پیش ماست اللهم صل علی محمد و آل محمد